قسمت دوم سریال زخم کاری رو که دیدم، نظرم به طور کلی راجع به این سریال تغییر پیدا کرد. شما میتونید ویدیوهای نقد و بررسی قسمت اول رو از چنل ما تماشا کنید. ولی تو این ویدیو قصد دارم تماما راجع به قسمت دوم این سریال حرف بزنم و نقد و بررسیش کنم. سلام به اسموبی، خیلی خوش اومدید. امروز میخوام در ارتباط قسمت دوم سریال زخم کاری صحبت کنم و نقد و بررسیش کنیم. جا داره که بگم من قصد داشتم این سریال رو نبینم، اما یه سری نظرات خوندم که میگفتن این قسمت یه سر و گردن از قسمت قبلیش بالاتر و داستان تازه شروع شده. پس تصمیم گرفتم این قسمت رو ببینم و وقتی دیدم نظرم راجع به دیدن این سریال تغییر پیدا کرد و تصمیم گرفتم که ببینم. توصیه میکنم که اگه شما تا الان قسمت اول رو ندیدید حتما برید تماشا کنید. ویدیوشم در چنل گذاشتیم و تو این قسمت من قصد دارم که راجع به قسمت دوم ریز بریز حرف بزنم و بررسی کنم و نقدش کنم. پس اول یک بخش معرفی خیلی کوتاه داریم که اسپویل نداره برای اون دسته از عزیزانی که تا الان ندیدن، و بعدش وارد بخش اسپویلدار میشیم که میخوام این قسمت رو کامل توضیح بدم و قبلش بهتون هشدار اسپویل رو اعلام میکنم. خوشحال میشیم که اگه چنل ما رو سابسکرایب کنید و اگه این محتوا رو دوست داشتید این پست رو لایک کنید. یه کاری کردیم با تا تهش وایسی. من به یه نکته اشاره نکردم توی ویدیو قبلی، اونم اینه که این سریال اقتباسی بوده از کتاب بی زخم کاری اثر محمود حسینی زاد که جدیداً هم خیلی پرفروش شده به خاطر پخش این سریال. توی این کتاب اگه بخوایم مقایسهش کنیم با سریال، حتی اسم شخصیت‌ها هم تغییری پیدا نکرده. توی اون کتاب هم شخصیت‌هایی مثل حاجمو، مالکی و سمیرا دقیقاً همین نقشی رو دارن که تو سریال هم دارن. خیلی تغییر پیدا نکرده، به طور کلی وفادار بوده به منبع اقتباسش و همچنین توی تیتراژ عنوان شده که با نگاهی به مکبث اثر شکسپیر. توی سال 2015 یک فیلمی به همین نام، یعنی مکبث، بر اساس نمایشنامه شکسپیر ساخته شده که میتونید اون رو تماشا کنید و در کل به نظرم فیلم بدی نیست. توصیه میکنم که حتما تماشاش کنید. I dare do all that may become a man. Who dares do more is none. I am in blood. Stepped in so far. خب الان یه بخش خیلی کوتاهی از تریلر فیلم مکبث 2015 رو دیدیم. از اینجا بعد وارد بخش اسپویلی میشیم که میخوام قسمت دوم ریز بریز بررسی کنم. خب اول به طور کلی میگم که این قسمت با فاصله زیادی از قسمت اول بهتر بود. شروع داستان بود به نوعی و غافلگیری های زیاد و هیجان بسیار خوبی رو توی این قسمت ما شاهد بودیم که به همه مخاطباش نوید یک سریال جنایی جذاب رو میداد. اون برای من از بچه هم عزیزتره. اصلا دستم بازم متاسفانه شاهد سانسورهای بی دلیل و نابجای واحد سانسور چی هستیم. خب آقا همه میدونن تو اون بطری چیه دیگه، چرا حالا میاد اونو تار میکنید؟ یه قسمت قبلم اگه یادتون باشه اومده بودن شکم جواد عزتی که توی وان بود رو سانسور کرده بودن. واقعا علتش رو نمیفهمم. در ادامه بعد بهتون بگم که بازی رعنا آزادی ور توی این قسمت به شدت خوب بود و به نظرم پارتنر بسیار خوبی برای جواد عزتی توی این سریال هست و به خوبی از پس شخصیت خودش بر اومده. من نمیدونم چرا باید بری ویلای مالک. 5000 کیلومتر پرواز میکنم فقط برای اینکه زنده بمونم. توی این قسمت ما شاهد یک شاخه داستانی جدایی بودیم که به تنه اصلی انگار ارتباطی نداشت. یک پدر معتادی که برای تولد دخترش عروسک خریده وارد مدرسه میشه و تو این راه با کادر مدرسه درگیر میشه و به خاطر همین میزنه شیشه رو اونجا میشکنه و کلن همه چی رو به هم میریزه.
این لحظات من رو یاد فیلم لاتاری به کارگردانی همین کارگردان یعنی مهدویان انداخت. من که چیز خاصی دستگیرم نشد از ارتباط این شاخه به تنه اصلی داستان و به طور کلی با شخصیت‌های اصلی داستان ارتباطش رو پیدا نکردم. اگه شما چیز دستگیرتون شد خوشحال میشیم که تو قسمت کامنت برای ما بنویسید. خیال میکرد اگر به بندتش بخی که مالی که خلاص میشه. یه موضوع خیلی مهم که تو این قسمت ما شاهدش بودیم ارتباط بین هاجمو و شخصیت سمیرا یعنی هم زن مالکی بود. ما تو این قسمت ارتباط بین این دو شخص رو خیلی گرم و صمیمی دیدیم. توی رمان بی سخم کاری اثر محمود حسینی زاد به این موضوع به وضوح صحبت شده که حتی توی اونجا شخصیت سمیرا در واقع شریک جنسی شخصیت هاجمو بوده و هاجمو بعد از مدتی اون رو به عقد نوچه خودش یعنی مالکی در میاره و مالکی هم کاملا از این داستانها آگاه بوده. با توجه به پایان بندی این اپیزود میشه گفت که این قتل هاجمو توسط مالکی شاید صرفا بر اساس انگیزه های مالی نبوده و یک داستان های اخلاقی شاید پشت این قضیه هم بوده علاوه بر اون مسائل مالی که توی داستان ما شاهدش بودیم. نظر شما در ارتباط با این قضیه چیه؟ فردا که بشه همه چی فرق میکنه. بریم سراغ نقد این قسمت. اول جا داره که بگم بازی جواد عزتی تو این قسمت هم به خوبی مثل قسمت پیش تکرار شده بود و به خوبی حس اون جاه طلبی و در عین حال استرس و نگرانی و ترس رو به ما القا میکرد. از بازی جناب آقای طهمورث هم نمیشه گذشت. به خوبی شخصیت خودش رو به نمایش گذاشت اما حیف که دیگه ما شاهد بازیگریشون تو این سریال نیستیم به دلیل اینکه این شخصیت به قتل رسید. ولی حالا شاید بشه گفت که تو فلش بک ها ما این شخصیت رو دوباره ببینیم اما با توجه به شناختی که من از آقای مهدویان دارم توی حالا سبک فیلم سازیشون که خیلی از فلش بک استفاده نمی کنه و با توجه به این دوتا قسمتی که تا الان دیدیم این قضیه رو خیلی بعید میدونم که توی فلش بک ها ما شاهد بازی آقای طهمورث و حضور شخصیت خانمو تو سریال باشیم. یه دوتا ایراد خیلی سریعی میخوام راجع به این سریال بگیرم. اول این که به نظر من دیگه سیگار کشیدناش خیلی زیاد شده. میگم کاملا سلیقه‌ایه. من به طور کلی با سیگار کشیدن مخالف نیستم توی حالا فیلم و سریال ولی به نظرم دیگه داره بیش از اندازه میشه تو این سریال. یه سری جاها اصلا لزومی نداره. بعضی جاها حالا میشه گفت لزومی توش دیده میشه. اون لحظه‌ای که حالا شخصیت سمیرا داره سیگار میکشه بعد از قتل هاجمو مثلا میشه گفت که نیاز بود ولی دیگه خیلی نباید انقدر باشه به نظر من. ایراد دوم که بازم سلیقه‌ایه به نظرم موسیقی متنش میتونست لول بالاتری داشته باشه. من توی ذهن خودم مثلا میام با سریال قورباغه مقایسهش میکنم میگم موسیقی متن اون یه لول یه سر و گردن از موسیقی متن این سریال بهتر بوده. اما نکات مثبت زیادی هم این سریال داره که نمیشه به راحتی کنارشون گذاشت. تیم بازیگری خوب، کارگردانی خوب و با تسلط آقای مهدویان و فیلمنامه قابل قبول و گیرایی که داره رو میشه به عنوان نکات مثبت این سریال در نظر گرفت. که به طور کلی اگه بخوایم یه برآیندگیری نسبی راجع به این سریال داشته باشیم به نظرم این نکات مثبت سنگینی میکنه به نکات منفی که من اشاره کردم که سلیقه‌ای هم بود. تو خیلی خوب بلدی به چیزایی که میخوای برسی. پس امشب و تا آخر اون بمون یادمون نمیره. به شخص بعد از دیدن این قسمت تصمیم گرفتم که این سریال رو ادامهش رو تماشا کنم. به طور کلی نظرم راجع به دیدن این سریال عوض شد و به نظرم تازه این شروع ماجرا بود. اگه شما هم به فیلم یا سریال های خانوادگی اجتماعی و جنایی علاقه دارید توصیه میکنم که این سریال رو حتما تماشا کنید در کنار خانواده و امیدوارم ازش لذت ببرید. یه نکته ای که هست این سریال ژانر خودش رو خانوادگی و
اجتماعی معرفی میکنه، اما به نظر من بیشتر از اون که خانوادگی و اجتماعی باشه یک سریال جناییه. نمیدونم حالا چرا ژانر جنایی رو براش انتخاب نکردن توی بخش توضیحاتی که هستش. حالا بگذاریم، خیلی بحث مهمی نیست. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو ما رو تماشا کردید. خوشحال میشم که اگه شما همین سریال رو دیدید توی قسمت کامنت فرما نظرتون رو بنویسید، و اگه تا الان ما رو سابسکرایب نکردید خوشحال میشیم که چنل ما رو سابسکرایب کنید، و اگه از این محتوا خوشتون اومد این پست رو لایک کنید. تا یک ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ سپارم.